مایکل هارت، فیلسوف آمریکایی تو اوج اعتراضات زن زندگی آزادی، تو پیامی به مردم ایران گفت که مبارزه امریست پویا. مبارزات منفک از هم نیستن و از جایی به جای دیگر سفر می کنن و در شرایط جدید باز تعریف می شوند. اگر مردم فرانسه تو انقلاب فرانسه شعار آزادی، برابری، برادری سر دادن و مدعی جهان شمولی این شعار شدن، بردگان هایتی این شعار رو شنیدن و به نحوی اون رو باز تعریف کردن که هرگز در مخیله انقلابیون فرانسه هم نمی گنجید. برده های هایتی با همون ایده علیه بردهداری قیام کردن. شعار زن زندگی آزادی تو ایران میتونه به معنای وصل شدن زنان خاورمیانه باشه، زنانی که رنگ زن بودن رو شاید عمیق‌تر از خیلی از جاهای دیگه تو دنیا درک کردن و برای کوچکترین و بدیهی‌ترین آزادی ها جنگیدن. درسته مبارزه امری منفک نیست. جن جیان آزادی از جنبش زنان کردستان تو ترکیه به روژاوا در سوریه رسید، تو مریوان تکرار شد و دست آخر بر لبهای زنهایی تو گورستانهای سقز جاری شد و به همه شهرهای ایران سفر کرد و تو دنیا شنیده شد. اینکه تو این سفر چه باز تفسیری از اون قراره بشه هنوز مشخص نیست، اما این سفر سفری است مبارک.